وحشت به سلامتی گذشتی، حالا که به سلامتی گذشتی و داری میری به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما. حالا که تو رفتی و در نزدیکی اون کسانی که بهشون عشق می‌ورزیدی، اون سیار عشق مزید همین جا امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، جان یا بمزین شبها ماه و زهر را به طرف آورم، از خود بی خبرم ز شب دارم نغمه ای بر لبها. این شب یک سر شب شورم راهی انسان اون که در درونش میگذره میخواد بیان بکنه ولی نمیشه، ممکنه یک کلماتی رو به کار ببره سری بگه ولی این چیزی که هدفشه نیست. من گفتید از خدا یا خاطره ای بگم، خدا همش خاطره بود و کارش رفتارش منشش طرز صحبت کردنش سخنرانی کردنش نبیه خودش بود و دیدیم که مردنش هم مردن اختصاصی بود. من بارها شنیدم که گفتن که آقای مهندس صحابی خدا رحمتش کنه که خدا بهش خیلی ارادت داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی علاقه من بهش بود و یعنی گفته بود بهش که تو اعتصاب قضا نکن، یه همچین صحبت هایی میشه. من اعتقادم بر این است که یک کسی که در شرایط ویژه قرار میگیره مثل شرایط زندان نمیشه براش تعیین تکلیف کردش، چون شرایط اون فرد اون کسی که میخواد بگه این کار رو بکن کار نکن فرق میکنه. من هیچ وقت این اون شب رو من فراموش نمی کنم که
شبی که من از زندان قرار بود آزاد بشم، آمدم در خونه، دیدم خدا در خونه وایساده. گفت من چون شنیدم تو امشب آزاد میشید، دلم طاقت نگرفت، گفتم ببینم واقعا آزاد میشه یا نمیشه، میخواستم ببینم. از صبح سه دفعه زنگ زد، مطمئن میشه امشب. که گفتم همه چیش ویژه خودش بود، وقتی هم دیگه رو دیدیم و کردیم، هرچه اصرار کردم بیا تو خونه، نه نمیام، دیر وقتی میخوام، من فقط موسم ببینم. هرچه اصرار کردیم، عموزم پسر اصرار کرد و با من بیام برسونم هست، دامادم اصرار کرد، چون میدونستیم محبوب بود که ماشین است. گفت نه میخوام هم بیر برگردم، نمیخوام. بله نمیدونم چی بگم از خدا، رفتاری که داشت، رفتاری که با به قول خودش پیش کسوت ها داشتش، منشه که واقعا ویژه خدا بود. در جلساتی که هم مدتی که خدا در جلسات شورای ملی مذهبی ها شرکت میکرد و بعد این اواخر که خوشا به حالتون که الان در حال ما معتقدیم روحی هست دیگه، به و روح هم از این مادی نیستش، جسم و حتما هم دیگه رو ملاقات کردید، با هم عشق میکنید، صفا میکنید، شعر میخونید، اما نگرانید، نگران دوستانتون هستید. شاید اون درست که شما هیچ وقت در دلتون کینه ای چیزی نیستش، اما شاید گاهی گله ای هم داشته باشید از دوستانتون، از دوستانی که یواش یواش مثل که فراموش کردن خیلی چیزا رو، خیلی حرف ها و سخن ها و راه هایی رو که شما طی کردید و میخواستید بیش از این طی کنید و امید داشتید که بعد از شما دیگران طی بکنند. ولی دعا کنید شما، چون اون منبع پذیرش نزدیکید، تو با محمد آقا جونت، تو محسن جونت و دیگر عزیزانت بشینید با هم دعا کنید، دستاتون رو بلند کنید به سوی زیبایی ها، به سوی آسمان و بخواهید که اونایی که موندن این قدرت و توان رو بده که اولا راهتون رو طی بکنن، پیام شما رو برسونن، و بعد هم
روش و منش و عملشون طوری باشه که شما رو اذیت نکنه. ما معتقدی مرگ مفهومی نداره. مرگ تبدیل دیگه. در هر حال بسید بام چی در درونم هست این رو بگم. من حقیقتش این است که مقداری از دوستانمون از مدعیان گله‌مندم، چون من روحم مثل روح صابر بزرگ نیست که گله نکنم، ولی من گله میکنم.